با نام خداوند متعال، بینندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های خبرگستر از شبکه تلویزیونی استقلال. امروز می‌خوایم در رابطه با قانون صحبت بکنیم، موضوعی که همیشه بر رعایت او تاکید شده و همیشه و همیشه دادخواهی‌های زیادی بر رعایت نکردن قانون بر خاطر عدم رعایت قانون در جهان شکل گرفته. ما امروز می‌خوایم در رابطه با قانون صحبت بکنیم و قانون‌مداری در درون برنامه خبرگستر تا بیشتر روزنه باز بشه نسبت به چیستی و ماهیت قانون و تحلیل و بررسی روزنه‌ها یا راه‌هایی که قانون دور زده میشه و راه‌های جلوگیری از این که جلوی دور زدن قانون گرفته بشه. مهمان من در برنامه امروزی دکتر احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه از برلین آلمان هستند. آقای خسروی سلام، خوش آمدید به برنامه. طوری که مطرح کردم قرار هست در رابطه با قانون صحبت بکنیم. قبل از هر چیز لازمه که یک تعریف از ماهیت قانون بگیم و ای که از چه زمانی ابدا شد و به چه منظوری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما، همکاران خوب شما در شبکه تلویزیونی استقلال و همچنین بیننده های تلویزیون استقلال. ببینیم، دو ستون اصلی برای اجتماعی شدن انسان نقش بسیار مهم داشته. انسان در آغاز در مغاره ها زندگی می کرده، به گونه انفرادی هیچ گونه مسئولیت نداشته، مثل که حیوانات دیگر هر کدامی که قوی تر بوده میتونسته ضعیف تر از بین ببره، انسان هم به همین شکل زندگی میکرده. به این خاطر اولین اصل که انسان ایجاد کرد مسئله زبان بود. یعنی زبان باعث اجتماعی شدن انسان شد و باعث شد که بقای انسان حفظ بشه. یعنی به این معنا وقتی اجتماعات کوچک شکل گرفت، دو نفر، سه نفر و چند نفر، این باعث شد که میتونستن خود از در مقابل آفات مختلف یا در مقابل حیوانات مختلف و حتی انسانهای دیگه حفظ بکنن. این خستین اصل بود. دومین اصلی که انسان برای اجتماعی شدن به اون نیاز داشت، ایجاد یک سلسله قانون نامه ها یا طرز العمل هایی بود که در داخل جامعه باید انسان اون رعایت بکنه. ادیان الهی، ادیان آسمانی و همه آیین ها را اگر ما نگاه بکنیم، کنه اصلی آنها یا حقیقت وجودی آنها مبنای همین زندگی اجتماعی انسان بوده که در حقیقت حکم قانون، طرز العمل یا آیین نامه ها داشته. حتی باز وقتی ما میبینیم که در داخل ادیان الهی و آسمانی مذاهب شکل میگیره و مکاتب فکری شکل میگیره، همین مذاهب و مکاتب فکری هم در حقیقت حکم قانون یا طرز العمل داشته که برای انسان میتونست حکم یک راهنمار داشته باشه که مسائل عبادی چه قسم رعایت بکنه و در کنار از اون در مسائل اجتماعی چگونه با دیگران تعامل بکنه. پس انسان از روزی که زبان را آموخت و بعد از اینکه آمد برای خود یک سلسله قواعد، قوانین، طرز العمل ها و این نامه ها رو وضع کرد برای از اینکه چگونه میتونه در اجتماع انسانی زندگی بکنه، در حقیقت از همون زمان خود قانون شکل گرفت. پس انسان هیچ گاهی در طول تاریخ بدون قانون، بدون طرز العمل، بدون این نامه زندگی کرده نمیتونسته و نمیتونه بکنه. چرا؟ یک وقت، یک زمانی بوده که انسان به این هم فکر کرده که ما نیاز به قانون نداریم. مثلا شما در کتاب جمهوریت افلاطون میخونیم که اگر ما بتونیم مدینه فاضله را بسازیم، در صورتی که مدینه فاضله ایجاد بشه دیگه نیازی به پلیس نیست، نیازی به قانون نیست، نیازی به محابس نیست، انسان ها همه به گونه یکسان دارن زندگی میکنن و همه خیر و شر خود میفهمن. در اون صورت دیگه پس انسان نیازمند به قانون هم نیست، نیازمند حتی به حکومت هم نیست، نیازی به حکومت هم نداره. اما همین افلاطون بعد از مدت متوجه شد که نه، انسان موجودی نیست که خطا ناپذیر نباشد. بخواهیم و نخواهیم در جامعه انسانهای خوب هم وجود داره، انسانهای بد هم وجود داره. هرچند در زمان خود افلاطون مخالفت شد با این دیدگاه مدینه فاضله، از او که گویا همه چیز منتفی میداند در صورت به وجود آوردن مدینه فاضله، چنانچه ارسطو شاگرد از او رد کرد. اما بعد متوجه شد که نه، چون این چیزی ممکن بوده نمیتونه، در جامعه دزد هم وجود داره، انسانهای صالح و نیکوکار هم وجود داره. پس باید یک سلسله قواعد، قوانین، طرز العمل ها، پلیس و امثال اون وجود داشته باشه تا انسان بتونه به گونه مسئول در جامعه زندگی کنه. پس به هیچ عنوان بتونیم بگیم که انسان بدون قانون در جامعه زندگی کرده نمیتونه.
بله استاد، در رابطه با این گفتید، اما یک چیزی که مطرح هست، این قوانین قطعا اهمیت زیادی دارن، اما در جامعه کنونی شما میبینید در بسیاری از جهانها حداقل در بین روشنفکران این مطلب آمده و بسیاری از روشنفکران در فضای مجازی و سوشیال مدیای خودشان هم مدام بحث را داشتن که بله الان قانون جهان قانون جنگل هست، یعنی قانون سلطه و سلطگری. قبل از اینکه وارد این مسئله بشیم و به بحث بگیریم ای که آیا چنین مسئله وجود داره یا نه، و آیا ما هنوز دیدگاه اولیه که شما مطرح کردید نسبت به قانون داریم یا نه، میخوام از شما یک مطلب دیگه رو بپرسم. ما در یک جامعه زندگی میکنیم، هر جامعه قوانین خاص خودش را داره و هر کشوری هم قوانین خاص خودش را داره. این قانون ها بر حسب چه مؤلفه هایی تنظیم میگرده؟ دقیقا یکی از موضوعات که باعث ایجاد قوانین یا طرد العمل ها میشه در حقیقت ارتباط میگیره به چگونگی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و حتی دینی و آینی همو سرزمین. حالا ما بخواهیم و نخواهیم، قانونی که در افغانستان، اگر ما در افغانستان قانونی داشته باشیم، وقتی چنین قانونی تصویب میشه، این قانون در کلیت درست با همه قوانین کشورهای دنیا میتونه یکسان باشه، اما باز میبینیم در فروعات و در بخشهای جزئیات از اون که بریم داخل بشیم متوجه میشیم که طبعا این قانون نامه میتونه فرق داشته باشه با قانونی که در امریکا وجود داره یا در کانادا یا در استرالیا یا در فرانسه. چرا؟ چون همون قسمی که یادآوری کردم، مبنای وجودی قانون در داخل هر کشوری، در دول عمل یا این نامه در داخل هر کشوری، ارتباط مستقیم میگیره با مسائل طبیعی، محیطی، تاریخی، جغرافیایی و حتی دینی و آینی و حتی سنت های جامعه هم میتونه در اون دخیل باشه. به طور مثال شما در داخل یک کشور میبینید که نیمه برندگی مشکل نیه، اما خب در کشور مثل افغانستان یا کشورهای شبیه به افغانستان، کشورهای دیمگران، میبینیم که قطعا یک خط سرخ میتونه باشه که نه، پوشش یک الزامه. پس میبینید در داخل جامعه فرق میکنه. پس بنا در داخل هر کشور قوانین از اون مطابق با اون شرایط خاص همون کشور داره تنظیم میشه، ضمن از اینکه همون چوکات و پلتفرم بشه در کل جهان ما به گونه یکسان بگیریم. مثلا در کل دنیا شما میبینیم چیزی به نام قانون اساسی وجود داره، ولی خب یه قانونای اساسی طوری نیست که همه از روی یکدیگر کپی شده باشه. در شکلیات چرا ما بخوایم و نخواهیم، قوانین خود ما وقتی داریم بسازیم از شکلیات کشورهای دیگه استفاده میکنیم، یعنی قانون اساسی که ما در افغانستان یا چندین قانون اساسی که ما در افغانستان داشتیم از زمان دوره امانیه تا به دوره حکومت آقای کرزی و پس آقای کرزی، در حقیقت همینا همه شکل و پلتفرم ما از کشورهای دیگه گرفته بود، اما محتویات درون قانون اساسی ما کاملا باید متناسب می بود به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و کلتوری جامعه. بله، شما در رابطه با بومی سازی این مسئله میگید و یک مسئله دیگه هم خیلی اهمیت داره، چیزی که شما هم اشاره کردید. ما در افغانستان جامعه اسلامی را داریم و مردمی که به اسلام پایبندند، دینی که همه من و شماها قبول داریم این مسئله را، قطعا هم بسیار از قوانین خودشان را تطابق میدن با دین اسلام و از قوانین اسلامی استفاده میشه. فکر میکنید که با دیدگاه دینی بر مبنای قرآن و فقه اسلامی که قوانینی که داره مطرح میشه، آیا این قوانین میتونن راهگشا باشه برای جوامع ای که اعتقاد دارن به این مسائل دینی؟ ببینیم، ما وقت قانون اساسی رو میسازیم یا هر طرز عمل که در داخل جامعه خود میسازیم، باید این در نظر داشته باشیم که دین به عنوان یک الزام و به عنوان یک وجیبه و به عنوان یک خط سرخ باید فراروی ما باشه. میگه نخستین ماده که ما در قانون اساسی افغانستان میبینیم، متوجه میشیم که به اسلام پرداخته و به دین اسلام پرداخته، چون دین اسلام دین همین سرزمین هست. پس بعد هم موادات دیگر که در قانون اساسی میبینیم باید به ترتیب رعایت بکنه ارزش های دینی. هر زمانی که رعایت نمیکنه ارزش های دینی در داخل جامعه، بخوایم و نخواهیم و با یک سلسله انتقاداتی رو برو میشه، افراد دینگرا حق دارن در مقابل از او ایستاد بشن و با او مخالفت بکنن. بنابراین چیزی که بسیار مهم هست این است که ما ضمن از اینکه در قانون ارزش های دینی رو باید در نظر داشته باشیم، در کنار از اون یک موضوع دیگر هم باید حتما در نظر داشته باشیم که باید ما بتونیم موضوعات روز رو هم در اون دخیل بسازیم، موضوعات روزی که آپدیت شده باشه اما در تضاد و در تقابل با ارزش های دینی هم نباشه. اگر ما توانستیم چنین چیزی رو انجام بدیم، خب طبیعیه که در برابر یا اعتراضات گروه مخالف یا دیدگرا قرار نمیگیریم. اما اگر ما این اصل رو فراموش کردیم و از یاد مارد که ما یک سلسله ارزش‌های دینی هم در داخل جامعه داریم که مردم به اون سخت پایبندن و قانون ما منطبق با اون نبود، پس در اون صورت باز می‌بینیم دروازه باز میشه و مردم حق دارن، خصوصا اون طیف دینگرا که در مخالفت با چنین قانون در دولعمل یا آیین‌نامه
بله استاد، اما یک مطلب دیگه هم بسیار اهمیت داره، که حالا مسائل شرعی هست، مسائل دینی هست و بسیاری ها به اعتقاد دارند و صحبت میکنند، اما یک مسئله دیگه هم عرف هست، چیزی که جامعه او را میپذیره و در رابطه با او صحبت میکنه. فکر میکنید عرف چه جایگاهی داره؟ آیا عرف هم از جمله قوانین میتونیم بشماریم؟ ببینیم، ما در قسمت عرف اگر بخوایم بیایم صحبت بکنیم، یا رسم و رواج هایی که در داخل جامعه وجود داره بیایم صحبت بکنیم، نمیتونه جایگاه آنچنانی داشته باشه که ما ملزم به رعایت از اون باشیم. فرهنگ جامعه چرا، سنت های جامعه چرا، اما یک مثلا عرف های ناپسندی هم ما داره و طبیعیه که چنین عرف های ناپسندی ما ملزم به این نیستیم که اونها را رعایت بکنیم. اگر او عرف پسندیده باشه، عرف مثبت باشه، قابل قبول باشه و منتفی نباشه، برای ما ایرادی نداره که در داخل قانون بیاید. اما اگر ما دیدیم او عرف ناپسندی بود، خب ما داریم موارد بیشماره که عرف های ناپسند در داخل جامعه ما هست. به طور مثال وقتی شما در افغانستان هنوز در برخی از جوامع سنتی میبینیم که زن در مقابل خون داده بشه، فروخته بشه، خرید و فروش بشه، خب این دلیل نمیشه که وقتی این عرف در فلان قسمت افغانستان، حتی اگر بگذاریم عمومیت داشته باشه، ما یک اصل منطقی داریم که میگه عمومیت یک شی دلیل بر صحت شی بوده نمیتونه. تصور بکنیم که همین عرف ناپسند عمومیت داشته باشه در داخل افغانستان، در سراسر افغانستان یا هر کشور دیگری، طبعا قانون سازا، کسانی که قانون رو میسازن، ملزم به این نیستن به خاطر اینکه همین عرف ناپسند شکل عمومی یا عام در داخل جامعه داره، اونها هم بیان این رعایت بکنن در داخل قانون جایی میدارن. مثلا نه، قطعا چنین چیزی نیست. اما بازم تکرار میکنم، سنت های جامعه ما باید در نظر داشته باشیم، فرهنگ مثبت جامعه باید در نظر داشته باشیم. حتی اگر عرف مثبت باشه، که مثبت باشه و منتج به یک فایده بشه در داخل جامعه ما، اگر ما از اون استفاده بکنیم ایرادی نداره. در غیر از اون ما هیچ گونه الزامی نداریم که عرفای ناپسندیده و فرهنگ ناپسندیده بیایم در داخل قانون جای جای بسازیم، به خاطر از اینکه گویا این عمومیت داره در شی در داخل جامعه. بازم تکرار میکنم که عمومیت یک شی دلیل بر صحت شی بوده. اما آقای خسروی، دقیقا در همین مسئله یک مسئله به یک موضوع بسیار مهم پیش میاد. زمانی که عمومیت داره و مردم کشوری را قبول دارند و عرف جامعه پذیرفته شده هست در بین جامعه، حتی بد به نظر شما مثلا یا بعضی از کارشناسان دیگه ممکن یک عرف بد باشه اما پذیرفته شده هست، خود این مسئله باعث قانون نپذیری و قانون گریزی جامعه نمیشه که جا داده نشه در قانون اساسی؟ ببینیم، زمانی بود که مردم سخت مخالف بودن با اینکه فرزندان خود به مکتب روان بکنن. منظورم بعد از دوره امانیه، در دوره نادرخان و در دوره محمد ظاهر شاه مردم مخالف بودن، حتی میرفتن پول میدادن به ولسوالی ها و مثلا به مکاتب که بچه ها شما به مکتب نمید، یک عرف ناپسند نبوده. خب بالاخره این نمیپذیرفتن، اما به هیچ عنوان قانون نیامده به خاطر اینکه جامعه اون نمیپذیرفته، نیامده این در داخل قانون جای نداده که خب چون مردم جامعه نمیخواین، نظام را بعد اگر مکتب نداشته باشیم هم ایرادی نداره. نه، ببینیم قانون کار خود کرده و حتی در تقابل با خواست جامعه شده، در تقابل با فرهنگ جامعه شده، در مقابل چیز عمومی که جامعه نمیخواسته دروازه مکتب باز باشه، بچهای از اون حتی دختران می که بچه‌ها رو نمیخواسته برن، اما خب قانون کار خود کرده، برای از اون قانونی ساخته، در دول اول ساخته، حتی میبینیم گاهی وقتا الزام آورده که دوره مکتب برای بچه‌ها یا برای فرزندان هر مملکت اون فرقی نمیکنه، تا صرف 12 بعد الزام باشه. بگذاریم که اینجا جامعه کاملا مخالف از این بوده باشه، برفته پول داده، رشوت داده، وسیله کرده، واسطه کرده، به هر شکل خواست کوشش کرده که بچه خود نگذاره به مکتب، اما قانون کار خود کرده، اون در داخل قانون جای داده، برای از طرز عمل خاص ساخته که امروز ببینیم که بچه ها دارن میرن به مکتب. پس بنابراین حتی اگر جامعه با او مخالف هم باشه، قانون بازم تکرار میکنه ملزم به اینیه در صورتی که پوینت مثبت باشه که حتما برای در مقابل همون عمومیتی که جامعه اون میپذیره، در مقابل از اون طرز تسلیم فرود بیاره و او عمومیتی که خلاف خود پیشرفت امروزی یا تمدن امروزی یا توسعه امروزی هسته، برای اون چیزی که خلاف از او هسته بیاید در داخل قانون جای بده، به خاطر از اینکه اکثریت مردم با او موافقن. بله آقای خسروی، میم در رابطه با جهان هم صحبت میکنه، یک مسئله بسیار مهمی هست، این که بسیاری از کارشناسان معتقدند که الان جامعه بشری در جامعه بشری قانون جنگل حاکم است، قانونی که سلطه‌گری و قدرت حرف اول را میزنه. ما چنین مسئله ای را هم شاهد هستیم در درون جهان، که الان بسیاری از کشورهای جهان با سلطه‌گری خودشان و با قدرتی که نشان میدن در پی ازی هستند که کشورهای دیگر تحت سلطه خودشان قرار بدن. فکر میکنید که آیا این قانون جنگل عملا در درون جامعه پیاده شده، در کشورهای جهان وجود داره این مسئله که بسیاری ها به از آن میکنن؟ یک حرف تقریبا میشه بگم
غیر علمی و غیر معیاری است که خب بالاخره شایع شده و در بین مردم عمومیت پیدا کرده. میگن امروز قانون قانون جنگل، نه قطعا چنین چیزی مبنای علمی نداره، مبنای عقلی و منطقی نداره و مبنای استدلالی نداره. ممکنه در جوامعی اما که مبنای جنگ اثباتی وجود چی داره استاد؟ بالاخره قانون جنگ چیز دیگری هست. جنگ مانع پیشرفت قانون میشه، مانع تطبیق قانون میشه. بالاخره افراد قانون گریز یا گروه هایی که از قانون فرار میکنن، اونا ممکنه که یک سلسله کارهای بیان انجام بدن. ما در افغانستان شاهد بودیم که تقریبا همین چیزی که شما دارین میگیم همیشه قانون پشت سر گذاشته شده و ما از یک سلسله اصول یا قواعدی که به هیچ عنوان بعض از اونا نه انسانی بوده و نه منطقی بوده از اونا داریم استفاده میکنیم. اما این دلیل این شده نمیتونه که ما بیایم قانون رو کنار بزنیم، قانون رو دور بزنیم، بیایم در عوض از اون شیوه های استفاده بکنیم که خلاف قانون هست و بالاخره ارزش های انسانی رو زیر پا میگذاره. نه، قطعا او چیزی که شما به نام خب بالاخره عدم رعایت قانون، اگر بیایم به جای از این بگیم که خب قانون جنگل، عدم رعایت قانون رو به جای رعایت قانون بگذاریم، فقط در جوامعی میتونه تطبیق بکنه که در اون جامعه حرج و مرج وجود داره، در چنین جوامع جنگ وجود داره، در چنین جوامع آرامش وجود نداره. خب طبیعیه که در چنین حالات مردم دارن یک عده از آدم‌ها البته به خاطر رعایت منافع خود، به خاطر اینکه بتونن منافع بیشتر کسب بکنن، به مقاصد خود برسن، قانون رو دار میزنن و از اون چیزهای خود ساخته که خود از اونا طرز العمل های خود ساخته که خودشان ساخته از اونا دارن استفاده میکنن. مثلا یک از این جمله چیزایی که در افغانستان با کمال تاسف هنوز وجود داره، به طور مثال شما نام محاکم های صحرایی شنیدی، خب بالاخره همین محاکم صحرایی خود از اون میتونه در حقیقت یک قانون جنگل باشه که یک فرد حق داره برای خود این حق رو بده که قانون رو دار بزنه، دین رو دار بزنه، هدایات و دساتیر دینی رو دار بزنه، هدایات و دساتیر حقوق بشری رو دار بزنه، هدایات و دساتیر قانونی رو دار بزنه، بیای مثلا یک محاکمه صحرایی نسبت به یک آدمی انجام بده در حالی که هیچ گونه تحقیق درست مشروعی صورت نگرفته و بعد بیای همو حکم بدم که خود از اون یا به وسیله یک عده از افرادی که خود بالاخره بیشتر از اونها شاید قدرت فهم و درک از اونها پایین‌تر بوده بیای اون تطبیق کنه. پس در این صورت بازم تکرار میکنم که او ضد قانون بودن یا قانون را پشت پا زدن فقط در جوامع میتونه حکم فرما باشه که در اون کشورها هنوز قانونیت تحکیم پیدا نکرده، هنوز در اون کشورها جنگ وجود داره و جنگ باعث از این میشه که جلوگیری بکنه از رعایت قانون یا تحکیم قانون. بله، اما یک مسئله دیگر هم میخوام در همین رابطه بپرسم از شما. مصلحت ها بسیار اوقات جای قانون را گرفتن، حداقل ما در افغانستان شاهد چنین مسئله ای را بودیم که به نام مصالح ملی، حالا بسیاری ها معتقد بودند که مصالح ملی نیست، مصالح فردی هست. فکر میکنید به این مصلحت ها آمدن در میان و قانون کنار گذاشته شد، چقدر تاثیر بد داشت، چه تبعاتی را در پی داشت همین مقوله؟ متاسفانه اون چیزی که شما یادآوری کردیم، استفاده از مصلحت ها، حالا تا هر عنوانی که میخوای باشه، در جوامعی که قانون تحکیم پیدا کرده، در چنین قوانینی، در چنین جوامع هرگز پای مصلحت و مصلحت بینی در میان نیست. مثلا شما با هر یک از کشورهای پیشرفته دنیا بره، در اونجا دیگه قانون به گونه 100% داره تطبیق میشه. به هیچ عنوان رئیس جمهور، مثلا یک فرد عالی رتبه دولتی یا یک مقام روحانی و دینی نمیتونه بیای فراتر از قانون صحبت بکنه. مثلا برای شما میگم در این کشور آلمان، نقل قول از خانم انگلا مرکل برش یادآوری میکنم، یک خانم سوری برای از مقابل از استاد شد رفتود بیا که از کمپ سوری، گفتم مثلا قبولی من نیامده، گفت میه فرد اول آلمان برای تو هیچ کاری کرده نمیتونم. در حالی که خب اگر مثلا او در کشورهای مثل کشورهای ما می بود، فوری امروز یک کام می داد که قبولی همی آدم داده شد. ببینید فرد اول مملکت هم نمیتونه بالاتر از قانون باشه. پس در همچون کشورهای به هیچ عنوان مصلحت و مصلحت گرایی جای در جلوگیری از تطبیق قانون نداره. طبیعه که همین مصلحت گرایی ها میشه، همین مصلحت گرایی ها باعث میشه که یک بار که ما دروازه رو باز کردیم، یک مصلحت کوچک آمدیم قانون رو زیر پا گذاشتیم فقط به خاطر یک مصلحت کوچک، و فردا این مصلحت بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه و تبدیل میشه به کوه روزی میشه که دیگه قانون کاملا پشت سر نهاده میشه و ما فقط داریم از مصلحت ها استفاده میکنیم.
نه قطعا، چون این چیزی نمیتونه جایگزین قانون باشه. در آغاز گناه هم اندک بوده، اندازه کاهی بوده، اما ما آنقدر گناه رو مرتکب شدیم که امروز دیگه گناه تبدیل شده به کوی. اما اگر ما روز اول میر در نظر می داشتیم که گناه کوچک و بزرگ نداره، چیزی که حرامه اندک از او هم حرامه، اقل از او هم حرامه، اکثر از او هم حرامه. اگر این ما در نظر می گرفتید، قطعا گناه امروز به این حد یا به این پیمانه بسیار بزرگ و وسیع نمی شد. پس به هر صورت تکرار بکنم که برای تدبیق قانون مصلحت و مصلحت گرایی قطعا جایی نداره و هیچ کسی هم نمیتونه فراتر از قانون باشه. در کشور مثل افغانستان شما مثال زدید، هر بار رؤسای جمهور، هر بار رؤسای جمهور به طور مثال شاگرد کنکور کمیاب شده، یکی ناکام شده، فردای میبینیم که از وزیر فرد اول وزارتخانه یا از رئیس جمهور یا از معاون رئیس جمهور یک نامه میاره به فلان پوهنتون که همین شاگرد شما به دانشکده طب یا پانزده طب شامل بسازیم. خب این در حقیقت چیه؟ یک مسئولیت. وقتی که شما از وزیرم پرسان میکردیم میرسونده مجبور بودم، بالاخره یک دست کسایی آمده بودن و مجبور شدم چنین حکم بدون برای از یا صادر بکنم. پس در اینجا میبینیم که جامعه داره خراب میشه. و او قسمته که وقتی شما برای دروازه باز کرده برای یک نفر چنین حکم دادیم، فردا دیگه ادهی دیگر هم حق دارن بگن خب او وسیله داشته، واسطه داشته، کسی میشناخته، بچره نتونم برم درس بخونم که چنین کسی دیگه میتونه بکنه. پس به هر صورت به هیچ عنوان مصلحت و مصلحت گرایی نمیتونه با جایگزین قانون بسازیم. اگر مصلحت رو بودیم برای از ارجحیت دادیم و رجحان دادیم نسبت به قانون، در حقیقت شما قانون رو بیارتش ساختیم، دیگه قانون جایی نداره و فردا هر کسی حق داره که از این دروازه مصلحت و مصلحت گرایی بیا استفاده بکنه و از این دروازه داخل بشه و قانون رو دور بزنه و قانون رو زیر پا بگذاره. در دو دهه اخیر استاد صحبت در رابطه با این بود که قانون در افغانستان تحکیم شده و بسیاری ها هم ایراد دامن زدن که بله الان حاکمیت قانون در افغانستان هست، و اما با او حال ما بسیار شاهد از این بودیم که بسیاری از بزرگان کشور، حالا وقتی که بزرگان کشور چنین کاری بکنن قطعا از صفر تا صد جامعه را هم در بر میگیره، بزرگان کشور آمدند و قانون را دور زدند و به نفع خودشان تغییرات آوردند در بسیاری از جاها، در بسیاری از اموری که انجام دادن، حتی در دوره اخیر که کلا مشهود شده بود این مسئله. فکر میکنید آیا در افغانستان ما در دو دهه اخیر حاکمیت قانون را داشتیم و اگر نداشتیم چه راهکاری داره که در زمان حال داشته باشیم؟ ما در 20 ساله گذشته یکی از دستاوردهایی که میشه جزو دستاوردهای 20 ساله گذشته به حساب بیاریم وجود موجودیت قانون اساسی بود که در سال 1382 و صدها آیین نامه و طرز العمل و قانون نامه‌ای که در بخش‌های مختلف افغانستان نوشته شد و تصویب و توشی شد. حالا ما در اصل چارچوبه قانون رو داشتیم، اما یکی از دلایلی که ما سمت بدبختی برد و یکی از دلایلی که ما در حقیقت نتونستیم به سمت توسعه گام برداریم همی بود که ما قانون رو داشتیم اما رعایت قانون برای ما یک الزام نبوده. به طور مثال ما اگر میرفتیم به هر یک از ادارات دولتی، حتی ادارات بسیار مطرح، اگر از رئیس از او سوال میکردیم که تو یک مرتبه قانون اساسی کامل خوندی، ما باور دارم که نخوانده بود. یا به طور مثال حتی طرز العمل‌های مختلف و متفاوتی که در داخل یک وزارتخانه به وجود آمده بود، ما باور داشتم که بیشتر از رؤسا و مدیران ارشد و حتی به شمول وزیر و معاونای از او اونا رو نخوانده بودن. وقتی خود فردی که باید ملزم باشه همون طرز العمل رو بخونه نخوانده باشه، شما چگونه انتظار دارید که عام مردم بیان اون رعایت بکنن؟ پس یکی از دلایل که ما در افغانستان نتوانستیم اون چیزی که میخواییم، اون گپی که شما یادآوری کردیم، حکومت قانون رو به معنای واقعی از اون داشته باشیم، هرچند دنیا بسیار به این راستا پول مصرف کرد، پول زیادی خرج شد و هزینه های بسیار زیاده شد، زمان زیادی رو ما در اختیار داشتیم، اما متاسفانه ما نتونستیم حکومت قانون رو به اون معنا ایجاد بکنیم. و همین خاطر بود که به طور مثال یک نفر میرفت به داخل زندان با 200 افغانی رشوه 5 سال 10 سال زندان میرفت، اما یک آدم دیگه که اختلاس میلیون دلاری کرده بود یا بالاتر از میلیون دلاری کرده بود راحت اگر به داخل زندان میرفت یک روز بعد یا دو روز بعد رها میشد، به خاطر از اینکه سمت بسیار بالای داشت، یا پدر از او یا برادر از او یا کسی رو حمایت میکرد. در این صورت ما میدیدیم که چون این آدم های قطعا میخواستن که قانون رعایت بشه و اینا در این خط قانون زیر پا میدن.
داشتن. ما در افغانستان تکرار میکنم که قانون اساسی رو داشتیم، قوانین و طرز العمل هایی که نیاز بوده در بخش های مختلف داشتیم، اما متاسفانه ما کمتر اون رعایت کردیم. ولی عدم رعایت طرز العمل ها و قوانین بوده که در افغانستان انتقادات زیادی هم از طرف جامعه جهانی، هم از طرف نهادهای بین المللی و هم مردم افغانستان و هم اپوزیسیونی که در همون دوره وجود داشت، حالا فرقی نمیکنه طالب و سایر گروه هایی که در داخل کشور بودن، همه از دولت انتقاد ایر میکردن که در افغانستان حکومت قانون شکل نگرفته. چرا شکل نگرفت؟ به خاطر این بود که ما قوانین در دور میزدیم، از قوانینی که موجود بود استفاده نمیکردیم. امارت اسلامی هست مبحثی که ما داریم صحبت میکنیم الان حاکمیتش، و امارت اسلامی چرا الان برای ایجاد یک قانون پا پیش نمیگذاره و برای اینکه یک قانون اساسی جدیدی که میخواد تألیف بکنه اقدامی نمیکنه؟ ما متاسفانه حرفای متضاد و متناقض شنیدیم از مسئولان امارت اسلامی. به طور مثال با آمدن امارت اسلامی تمام قوانین و طرز العمل ها از جمله قانون اساسی ملغا اعلام شد. خب وقتی ما قانون اساسی و سایر طرز العمل ها و اینامه ها و قانون نامه ها رو ملغا بسازیم، باید حتما بدیلی برای از او داشته باشیم. مثلا وقتی ما یک قانون اساسی ملغا اعلان میکنیم، باید یک قانون اساسی بدیلی برای از او ما داشته باشیم. نمیشه بدون قانون اساسی باشیم یا بدون طرز العمل و قوانین باشیم. ما در یک دوره شنیدیم از افراد و اشخاص مختلفی که از مسئولان رده اول امارت اسلامی بودن، از جمله مثلا وزیر عدلیه، از اون گفتم که ما قانون اساسی نیاز نداریم، ما قرآن مجید داریم، ما اسلام داریم، ما اسلام خود از میتونه برای ما حکم یک راهنما داشته باشه. بله دقیقا، ما دین مبین اسلام داریم، قرآن مجید داریم، احادیث نبوی داریم و مذاهب هم داریم در داخل افغانستان. اما چرا همین مذاهب شکل گرفت؟ اصلا چرا علم حدیث به وجود آمد؟ به خاطر از اینکه خب خیلی از آدما توان استنباط از قرآن مجید در نداشتن، لذا متوسل می‌شدن به احادیث نبوی. و باز در یک دوره وقت اسلام توسعه پیدا کرد به کشورهای غیر عرب رفت، باز مردم توان استنباط از حدیث را نداشتن، لذا نیاز داشتن به مذاهب. همین بود که مذاهب به وجود آمد که تا امروز ما داریم. اما خب همین مذاهبی که شکل گرفت و احادیث که در حقیقت برگرفته از قرآن مجید بوده، از اسلام بوده، در همون شرایط خاص بوده، اهمیت خود داشته که امروز هم برای ما اهمیت داره و ما باید برای از اون رجحان بده و ارجحیت بده. اما یک تسل موضوعاتی هست که از یاد ما نره که مثلا شما در قرآن مجید تصور بکنیم، مثال برای شما میگم که شما برای گرفتن یک لیسانس نیاز به یک طرز العمل داره. شما به طور مثال برای گرفتن یک دیپلم، یک شهادت نامه از مکتب یا دیپلم از پوهنتون نیاز به یک طرز العمل داره. شما در کجای قرآن مجید مراجعه میکنید یا احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنید یا به قول فقها در مذاهب مراجعه میکنید که برای شما یک راهکار نشده که چی قسم شما یک لیسانس بگیریم یا قواعد قوانین ترافیکی رعایت بکنیم، یا به طور مثال شهادت نامه مکتب رو بگیریم یا دیپلم دوره پوهنتون رو بگیریم. پس میبینیم در اینجا جایی نداره. ما بخوایم و نخوایم نیاز داریم یک طرز عمل، نیاز داریم اگر میخوایم در جامعه انسانی زندگی بکنیم. قطعا ما نمیتونیم بگیم که خب حتما در داخل قرآن مجید هست، که نیست، قطعا نیست، به خاطر اینکه خب در اون دوره نبوده و ما باز قرآن سطح از اون آنقدر بالا هست که باید وجود داشته باشه، با توان اخراج از اون نداریم. پس به این خاطره که ما نیاز به یک سلسله قواعد، قوانین و طرز العمل داریم. و جالبه که همین چند وقت پیش ما دو ماه روز یا سه ماه گذشته که از قول وزیر عدلیه کشور، کسی که در حقیقت بنی ساخت قانون اساسی بود که میگفت که ما قانون اساسی نیاز داریم، امروز ما دیروز یا پریروز شنیدیم که آقای زبیح الله مجاهد میگه که یک گروه تعیین شده که ما داریم روی قانون اساسی کار میکنیم. همین امارت اسلامی که میگه ما پارلمان رو کار نداریم، میگه ما روی پارلمان داریم کار میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب متوجه شدن که در داخل یک کشور اگر ما خواسته باشیم یک حکومت داشته باشیم، این حکومت نیاز به یک سلسله قوانین، طرز العمل ها، آیین نامه ها و قانون اساسی داره و در کنار از اون نیاز به یک ساختار تشکیلاتی نظامند داره. که تا ساختار تشکیلاتی نظامند بخوایم و نخواهیم باید سه قوه در خود داشته باشه: قوه اجراییه، قوه مقننه و قوه
قضاییه، بدون از ما بوده نمیتونیم و این سقوه باید مستقل هم باشه. پس میبینیم که حالا همین طالبانی که دیروز بور منتفی اعلان میکردن، میگفتن ما نیاز به قانون اساسی نداریم، ما نیاز به طرز العمل نداریم، امروز خود از اونا میگن ما یک هیئت تعیین کردیم که بیای برای ما قانون اساسی بسازه. و از طرف دیگه ما چند وقت پیش از زبان رهبر امارت اسلامی شنیدیم که البته با خودم از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی دیدم که گفته ما تمام قوانین طرز العمل ها رو دادیم به افراد صالح که اونا رو مطالعه بکنن، هر جایی که با غایرت داشته باشه با دین مبین اسلام ما بیاییم اون اسلام سازیم یا اون از بین ببریم. پس برطورت بمیخیر در امیجی ببینیم که اولا ما یک کشور اسلامی بودیم، در 20 سال گذشته هم افغانستان یک کشور اسلامی بود، تمام قوانینی که در افغانستان ساخته شده توسط افراد ساخته شده، هیچ کدام از اون آمریکا یا اروپا یا ناتو نیومده به افغانستان نساخته و باور دارم که نساخته. به طور مثال اگر شما ده ها طرز العمل و قانون نامه در چوکات وزارت معارف، در چوکات وزارت مخابرات، در چوکات وزارت تحصیلات عالی، در چوکات وزارت خونه های مختلف اومدیم ساختیم، خود وزارت خونه مطابق به نیازهای خود ساخته و افرادی که او رو ساخته او افراد صالح بوده. من یقین دارم که با کمتر مورد، حتی شاید ما خودم شخصا باور دارم که چنین مواردی نداریم که در تضاد با دین مبین اسلام قانون نامه یا طرز العمل ساخته شده باشه، به خاطر اینکه خب جامعه اون نمیپذیرفته، جامعه که کاملا مردم از اون مسلمان باشه بخوایم و نخواهیم خب قانونی که بسازه بر مبنای ارزش های دینی بسازه. پس به هر صورت ما قانون نامه یا طرز العمل نداشتیم در افغانستان که او در مخالفت یا در مغایرت با دین مبین اسلام بوده باشه. اما اگر مثلا ما میثاق های بین المللی رو بیایم سر از اون صحبت بکنیم، حالا این میثاق های بین المللی مثلا کنوانسیون حقوق بشر، کنوانسیون حقوق طفل، کنوانسیون مثلا خشونت علیه زن و چیزهایی که مربوط به ملل متحد میشه، اونا دیگه باز برای ما ارتباط نمیگیره. اگر در داخل از اون مواد یا مواداتی وجود داشته باشه که در مغایرت با دین مبین اسلام یا هر دین واسمه دیگری باشه، این دیگه باز ما ملزم نیستیم که برای کشور فرانسه یا سازمان ملل متحد مجبور بسازیم که شما بیاید این طرز العمل خود تغییر بدید. قطعاً او با ما ارتباطی نمیگیره. اما در داخل افغانستان ما قانون نامه‌ای که داشتیم، طرز العمل‌هایی که داشتیم، ما باور دارم که همه در مطابقت و همراهی با ارزش‌های دینی ما ساخته شده، هیچ کدام از اونها در مغایرت با دین مبین اسلام نبوده. طبعا بخوایم و نخواهیم من امروز امارت اسلامی متوجه شده که بدون قانون اساسی دیگه نمیشه ما در افغانستان بیایم صحبت بکنیم، حکومت بکنیم. اگر می‌خوایم یک حکومت داشته باشیم که جهان بار بپذیره و ما بتونیم همنوایی داشته باشیم با جهان، با کشورهای دیگه، خب باید ما قانون داشته باشیم و در مطابقت با قانون بیایم زندگی بکنیم. مردم زمانی میتونن زندگی مسئولی داشته باشن، مردم زمانی میتونن از اصل شهروندی در داخل یک کشور استفاده بکنن و مردم زمانی میتونن رعایت حق و حقوق دیگران رو در نظر داشته باشن که در حقیقت قانون نامه یا طرز العمل وجود داشته باشه که در زیر حمایت همین قانون نامه یا طرز العمل زندگی بکنن. در غیر از اون ما باور دارم که در این صورت هر کسی میای حق کسی دیگر میای ضایع میسازه. اما اگر قانونی وجود داشته باشه و حق این برای خود نمیبینم که بیایم حق کسی دیگر رو ضایع بسازیم، کسی دیگه این حق رو برای خود داده نمیتونه که بیای حق حقوق رو ضایع بسازه. پس در این صورت که با امروز نیاز نیازمند به قانون اساسی و نیازمند به طرز العمل، نیازمند به تمام او این نامه‌هایی هستیم که قبلا ساخته بودیم. حالا هر قانونی به یک چیزی رمیجی بخوایم یادآوری بکنم، هیچ قانون نامه‌ای که توسط دست انسان و فکر انسان و قلم انسان ساخته میشه ابدی و همیشگی نیست. بخوایم و نخواهیم نیاز به تعدیل داره. او در مدت زمان مشخص و معین ساخته میشه، بعد از یک مدت زمان معین شاید کارایی خود از دست بده. پس ما بخوایم و نخواهیم نیاز به تعویض از او داریم و نیاز به تعدیل از او داریم. قانون اساسی هم که در سال 1382 در افغانستان ساخته شد، البته که در همون دوره خود یکی از مدرن ترین، یکی از بهترین قانون های اساسی منطقه و جهان بود. اما خب طبعا کمبود و کسری های داشته، ما نیاز داشتیم که اون به هر دو سال، سه سال، پنج سال بیایم تعدیل بکنیم، تغییرات در اون بیاریم. حالا اگر ما بتونیم قانون اساسی بهتری از اون بسازیم چه بهتر، بیایم یک قانون دیگه اساسی دیگر رو بسازیم بدیل یا جایگزین از بسازیم. اما تا زمانی که قانون اساسی دیگر بسازیم یا تا زمانی که تعدیل لازم ما در داخل موادات قانون انجام بدیم، همون قانون رعایت باشه، چون نوعی زندگی بکنه. و امروز داره ما میبینیم که الحمدلله البته یک بتونه خبر خوشی باشه که امارت اسلامی داره اعلان میکنه که ما داریم روی قانون اساسی کار میکنه. پس الحمدلله همین نقیصه یا همین خلایی که فعلا در افغانستان انتقاد بسیار زیادی هم سر از این وجود داره، ان شاء الله همین نقیصه برطرف بشه و ما صاحب قانون اساسی بشیم و به ترتیب تمام ادارات و دوائر دولتی بخوایم و نخواهیم، اونا نیاز دارن که طبعا یک ترسل طرز العمل برای خود بسازن، چون بدون طرز العمل نمیتونن کاری بکنن. شما ترافیک در نظر بگیریم، قواعد در ترافیک اگر قاعده و قانونی وجود نداشته باشه، شما چه قسم لیسانس میگیریم، چه قسم
جواسه بگیریم، چه خصوص یک حادثه ترافیکی بیاین مدیریت میکنیم. یا به طور مثال در اداره پاسپورت اگر طرد العمل برای توزیع از او و برای ثبت نام از او وجود نداشته باشه، شما چه خصوص برای مردم بخیر ثبت پاسپورت بدیم؟ یا در اداره وزارت تحصیلات عالی اگر شما طرد العمل نداشته باشیم، چه خصوص شاگرد امتحان میگیریم؟ چه خصوص امتحان کنکور میگیریم برای شاگردی که فارغ شده دیپلم میگیریم؟ پس ببینید ما بدون طرد العمل نمیتونیم کار بکنیم. من نمیفهمم بر برای کدام منطق بود که ما میگفتیم ما نیاز به طرد العمل، نیاز به قانون، نیاز به قانون اساسی داریم، ولی امروز درک کردیم که نه، بدون اینها ما نمیتونیم حکومت بکنیم. و به خاطر دوباره پس رفتیم دنبال ساختن قانون و طرد العمل. بله آقای خسروی، من حیث آخر سوالی که در برنامه امروزی از شما مطرح میشه، شما پیشنهاد شما من حیث یک تحلیلگر مسائل و آگاه مسائل اینچنینی چه هست؟ آیا ادامه همون قانون اساسی قبلی و یا ابداع یک قانون اساسی جدید؟ من نظر شخصی من این هست که همون قانون اساسی گذشته ما بگذاریم پیش روی خود و از یک عده آدم هایی که واقعا آگاهی داشته باشند به علم سیاست و به قانون، به حقوق و در کنار از اون علمای خبره دینی، علمای خبره دینی بنشینن همون قانون اساسی از ماده اول از اون تا آخر بیان مرور میکنن بسیار با دقت و به شکل بی‌طرفانه، نه ای که بیان ما جبهه‌گیری خاصی بکنیم بخاطر اینکه نسبت به فلان فرد یا فلان شخص یا فلان افراد یا فلان گروه یا فلان سیستم ما با او مخالف بودیم بیایم اینا رو ما منتفی اعلام بکنیم. نه، قانون اساسی که ساخته شده از نظر ما قانون اساسی، قانون اساسی خوبی بوده، اما ما در همون دوره که همون قانون اساسی قابلیت اجرا هم داشت، بارها و بارها از طریق رسانه وقتی به افغانستان بودم یادآوری کردم که هیچ قانون اساسی آسمانی نیست، هیچ قانون اساسی همیشگی و ابدی هم نیست و تعدیل داره. حتی در اون دوره طالبان میگفتن که قانون اساسی نیست، کار بسیار آسانیه، بعضی از موادات رو بیاییم با او بشینیم بحث بکنیم، اگر ما دیدیم که به درد امروز ما نمیخوره، کار آمد میه، خدایی نکرده در مغایرت با ارزش های دینی ما، ملی ما، ما رو حذف کنیم، بدیل از اون چیز دیگری بیاریم. امروز هم اگر ما بخوایم با باور داره کسی که امروز داره قانون اساسی رو می‌سازه، قطعاً پلتفرم یا همین شکل یا قالب قانون اساسی پیش روی خود گذاشته، از این داره استفاده میکنه، مثل که ما استفاده کردیم از یادمونه رو، ما از روی قانون اساسی ترکیه، فرانسه و چندین کشور رو آمده نگاه کردیم، از روی همون داره تیم، ولی محتویات دور داره، محتویات از روی کوشش کردیم که متناسب با بایدی ما، ملی ما و کشوری ما باشه. امروز هم کسانی که میخوان قانون اساسی رو بسازن، با باور دارم که حتما اون قانون اساسی قالب پیش روی هست، اما چی بهتر که اون موادات که بار با عنوان یک کشور میایه در جهان معرفی میکنه، ما بخوایم برخوایم باید تعامل داشته باشیم با تمام کشورهای دنیا، با سازمان ملل متحد، با کشورهای اسلامی، با کشورهای غیر اسلامی، با کشورهای منطقه و کشورهای دنیا. اگر میخوایم با اینا تعامل داشته باشیم، ما نیاز داریم به یک قانون‌نامه، یک نیاز داریم به یک قانون اساسی مدرن، نیاز داریم به یک سلسله قوانین یا طرز العمل‌هایی که در بخش‌های مختلف ما از اونها استفاده بکنیم. پس بهتر همین است که ما بیایم قانون اساسی رو نگاه بکنیم، هر ماده از اون که فکر میکنیم برای ما کارآمد میه و درد ما نمیخوره، در مطابقت با ارزش های دینی ما، ملی ما، فرهنگی ما یا کشور ما در مجموع میه، خب بیایم اون رو رسم بکنیم، هیچ ایرادی هم نداره. ماده دیگری است که کارآمد باشه به جای از بگذاره. به امیدوارم که ما هرچی دوتر صاحب یک قانون اساسی بشیم که در راستا یا روشنایی همون قانون اساسی بتونیم مردم ما آرامش به سر ببرن، مردم ما زندگی بکنن و دنیا بیایم ما بپذیره. امروز دنیا وقتی میایه با ما سر با وقتی برند بگیم آقا قانون اساسی رو نمیخوایم یا قبول نداریم، ما نیازی به قانون اساسی نداریم، بر به کدام بر مبنای کدام چی استدلال بیای با ما صحبت بکنه، منطق بیای با ما صحبت بکنه؟ اما وقتی ما وقت قانون نامه داریم، یک میثاق بین المللی رو میایم امضا میکنیم، متعهد میشیم که عضویت همین میثاق بین المللی یا پیمان ملی داشته باشیم، با ملزم اگر ما میخوایم همون چیزی که شما اول یادآوری کردید، ما در روز جنگل یا بیقانونی زندگی بکنیم، در اون صورت که ما کل میثاقهای بین المللی میکنه، حتی همون میثاقهای که ما عضویت میگیم ما دیگه عضو از اینا نیستیم، خود ما اون منتفی اعلام میکنیم، ما به هر شکلی که میخوایم زندگی بکنیم و طبعا در اون صورت باز دنیا با ما تعامل نمیکنه. ما بخوایم ما نخوایم دیپولایی که امروزه در افغانستان میرسه بر مبنای چه چیزی میرسه، اینا به خاطر چی برای ما میدن، ما چی برای ما پول بده؟ خب دنیا به خاطر برای ما میده که ما با اون تعامل داشته باشیم، تعامل قانونی داشته باشیم، در راستای قانون ما میتونیم با دنیا، بدون قانون هرگز ما نمیتونیم با دنیا تعامل. بله، سپاسگزارم از شما دکتر احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه از برلین آلمان. ممنونم از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه ما بودید. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.